آقا از کجا بدونم ماشینم ضد یخ لازم داره یا نداره؟ آقا ما پارسال ضد یخ ریختیم، لازمه امسالم دوباره توی ماشینمون ضد یخ بریزیم؟ توی این ویدیو مختصر و مفید خدمتتون عرض می‌کنیم چطور تشخیص بدید ماشینتون ضد یخ لازم دارد یا ندارد. با ما همراه باش، خیلی مخلصیم. خیلی از عزیزان فکر می‌کنن چون که پارسال توی ماشینشون ضد یخ ریختن امسال دیگه نیاز نیست این کار رو انجام بدن. البته تا حدود زیادی درست فکر میکنن، چون که عمر مفید ضد یخهای پای معدنی سبز که عموماً ما استفاده میکنیم یا 2 سال هست یا 50,000 کیلومتر. ولی گاهن علل و عواملی توی خودروی شما به وجود میاد که خاصیت و اثر بخشی و کیفیت ضد یخ توی ماشینتون از بین میره و قبل از اینکه 2 سال تموم بشه یا 50,000 کیلومتر به پایان برسه لازمه که شما توی ماشینتون ضد یخ بریزید. اولین عاملی که باعث میشه ضد یخ اثر بخشی خودش رو در ماشین شما از دست بده به هم ریختن همین نسبت هست. گاهن به خاطر وجود نشتی توی رادیاتور یا توی لوله ها و جنت ها و یا به خاطر بخار شدن آب رادیاتور سطح آب مقطر توی ماشینتون پایین میاد و شما اقدام به ریختن آب مقطر توی ماشینتون میکنید. همین موضوع باعث میشه که نسبت ضد یخ با آب مقطر توی خودروی شما به هم بریزه و ضد یخ در روزهای سرد سال نتونه به درستی از خودروی شما و موتور ماشینتون محافظت کنه. دومین عاملی که باعث میشه کیفیت ضد یخ توی ماشین شما پایین بیاد رانندگی تحت شرایط پرفشار هست. رانندگی توی روزهای گرم و توی شرایط ترافیک باعث بالا رفتن حرارت داخلی انجین میشه و همین موضوع باعث میشه که کیفیت ترکیبات ضد یخ پایین تر بیاد. حالا ممکنه شما دوست عزیز بپرسید اوکی، ما از کجا تشخیص بدیم آب رادیاتور ماشینمون ضد یخ دارد یا نه؟ از کجا تشخیص بدیم این ضد یخ ماشینمون اثر بخش هست یا نیست؟ شرکت‌های معتبر سازنده ضد یخ برای اینکه کیفیت محصول خودشون رو اندازه بگیرن میان از رنگدانه توی ضد یخ استفاده میکنن، به این صورت که هر چقدر اثر بخشی ترکیبات ضد یخ پایین میاد رنگ ضد یخ هم روشنتر میشه. به عنوان مثال این آب رادیاتور نسبت به این یکی کیفیت بالاتری داره و محافظت بیشتری از قطعات داخلی انجین ماشین شما انجام میده. خب دوستان، ما برای اینکه این موضوع رنگ ضد یخ رو بهتر خدمتتون توضیح بدیم یک آزمایش ساده انجام میدیم. از 3 تا خودروی مختلف با کارکردهای مختلف 3 تا نمونه آب رادیاتور برمیداریم و میذاریم توی یخچال و تست میکنیم. دوستان ما 3 تا نمونه میگیریم. نمونه اول از یک سمند X27 دو سال پیش ضد یخ ریخته و پایین ماشین 60,000-70,000 کیلومتر کار میکنه، توی بین شهری کار میکنه. نمونه دوم یه دونه کویک پارسال ضد یخ ریخته و حدود 60,000 کیلومتر با این ماشین کار کرده. نمونه سوم یه دونه کویک، این ماشین 2 سال پیش ضد یخ ریخته، تو این 2 سال 14,000 کیلومتر با ماشین رفته، با ماشین هم کار نمیکنه، برای خودش میخوره و میخوابه، از ارث و میراث لذت میبره. این نمونه ها رو میذاریم توی یخچال تا فردا بررسی کنیم. این دوستمون که سمند X7 دارن 2 سال پیش ضد یخ ریختن و توی این 2 سال هم 70,000 کیلومتر با ماشینشون کار کردن. عملا همونطور که از آب رادیاتور پیداست ضد یخی دیگه توی این آب رادیاتور وجود نداره. توی یخچال هم که گذاشتیم یخ زد. مهم نکته دوم هست. توی خودروی دوم این رفیقمون که ماشین کویک دارن پارسال ضد یخ ریختن ولی توی 1 سال گذشته 60,000 کیلومتر با ماشینشون اسنپ کار کردن. اگر امسال میگفتن که نیاز نیست ضد یخ بریزم چون که پارسال ریختم، احتمالا توی یکی از روزهای سرد سال موتور ماشینشون یخ میزد. توی خودروی سوم موضوع جالبتر هم میشه. این ماشین 2 سال پیش ضد یخ ریخته و توی 2 سال گذشته فقط 14,000 کیلومتر از ماشینشون استفاده کردن. ولی همونطور که مشاهده میکنید این ماشین ضد یخش یخ نزده. در اصل ضد یخ اثر بخشی خودش رو حفظ کرده. پس نتیجه که ما از این آزمایش میگیریم این هست که صرفا نمیتونیم بر اساس زمان یا کیلومتر در مورد کیفیت ضد یخ تصمیم بگیریم. مهم رنگ ضد یخ هست
باید رنگ آب رادیاتور ماشینمون رو بررسی کنیم. اگر رنگ آب رادیاتور ماشینتون اینطور سبز پررنگ بود، خودروی شما ضد یخ امسال دارد و نیاز نیست به ضد یخ اضافه کنید. اگر رنگ آب رادیاتور اینطور سبز روشن بود، مقدار ضد یخی که توی موتور ماشینتون هست کم شده و بهتر نیم لیتر ضد یخ به اون اضافه کنید. اگر رنگ آب رادیاتور ماشینتون اینطور رنگ روشن داشت، اون موقع باید به اندازه‌ای که شرکت سازنده توصیه کرده به خودروی خودتون ضد یخ اضافه کنید. به عنوان مثال شرکت کاسپین که یکی از ضد یخ‌های معتبر و با کیفیت رو تولید می‌کنه، گفته آقا در دمای منفی 12 درجه شما باید به ازای 3 لیتر آب مقطر 1 لیتر ضد یخ استفاده کنید، نسبت 25 به 75. این موضوع توی ضد یخ‌های پایه عالی قرمز رنگ یا پایه معدنی سبز رنگ یا ضد یخ‌های آبی و بنفشی که توی ماشین‌های هیبریدی استفاده میشه هم صدق می‌کنه. این ضد یخ‌های قرمز رنگ برای موتورهایی با بلوک سیلندرهای آلومینیومی تولید شدن. توی اکثر خودروهایی که توی کشور ما استفاده میشه بلوک سیلندرها چدنی هستن و ضد یخ‌های مناسب بلوک سیلندرهای چدنی ضد یخ‌های پای معدنی سبز رنگ هستن. دوستان درسته که عمر مفید ضد یخ‌های پای عالی قرمز رنگ 5 سال هست و عمر مفید ضد یخ‌های معدنی سبز رنگ 2 سال، ولی موضوع اینه که برای خودروهای ما و موتور ماشین‌های ما ضد یخ‌های پای معدنی سبز رنگ محافظت بیشتری داره و مناسب ماشین‌های ماست. پس اگر توی فضای مجازی دوستان میان میگن که ضد یخ‌های قرمز رنگ عالی بریزید توی دنا توربو، این اشتباه است. این کار رو انجام ندید، چون که میتونه براتون هزینه‌های تعمیر موتور در پی داشته باشه. دوستان هرگز ضد یخ‌های سبز و قرمز رو با هم جابجا نکنید. این کار باعث میشه که توی سیستم ماشینتون و توی رادیاتور ماشینتون لجن تشکیل بشه. این نمونه رو میبینید؟ این نمونه ضد یخ سبز و قرمز با هم قاطی شده. این قسمت ها میبینید؟ این سریعا تشکیل لجن میده و بعد از مدتی براتون هزینه درست میکنه و خرج روی دستتون میذاره. رفقا بعد از اینکه ضد یخ اضافه کنید، باید موتور ماشینتون رو هواگیری کنید. بهتون پیشنهاد میکنم این ویدیو رو هم ببینید. توی این ویدیو ما روش درسته هواگیری ماشین‌های ایران خودرو و سایپا و خودروهای چینی رو خدمتتون عرض کردیم. هدف ما تو این کانال اینه که هزینه‌های تعمیر نگهداری ماشین شما رو پایین بیاریم. پس اگر اتفاقی ما رو می‌بینید، اون دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر ویدیوها و مطالبمون براتون مفیده، با لایک به ما انرژی و انگیزه میدید. ان شاءالله هر جای دنیا هستید شاد و پیروز باشید، تو راه نمونید. دمتون گرم.